بله ممنونم ناصر پیشرو. در دوره کنونی خب شاهد آلترناتیو سازی های مختلف هستیم از سوی جریانات مشخصا راست. ابتدا جورج تاون رو دیدیم که جوابش از داخل کشور دادن، بعد آلترناتیو دیگه تحت عنوان جایزه صلح نوبل رو دیدیم و خب جریانات مختلفی که از سر مردم دارن اصلاح طلبان یا سابق رو میارن یا جریانات دیگر رو از بالای سر مردم در واقع میخوان حقنه بکنن به مبارزات مردمی و توده‌ای یا بگیم طبقه کارگر در مسیر سلب قدرت از جمهوری اسلامی. خب این قضیه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ صداتون رو نداریم. من یه اشاره کوتاهی فقط به اون شرایط پس از انقلاب ضد سلطنتی بکنم. ببین تو ایران تاریخا سه تا گرایش وجود داشته. گرایش‌های مذهبی بودن که نقطه اشتراکشون برسازی حکومت مذهبی بود. از تندنس‌های مجنای چپ داشتن تا راست. از شریعتی بود تا به اصطلاح مطهری و مرتجعین خمینی و دیگر. گرایش‌های ملی‌گرا بودن که می‌خواستن تو چارچوب به اصطلاح ساختار ایران به روایت خودشون مستقل باشن، منافع به اصطلاح سرمایه‌داران رو دنبال میکردن ولی نمیخواستن به بنا به دیدگاه خودشون تحت سلطه مثلا حکومت امپریالیستی انگلیس و چندم روسیه اون موقع یا بعدا آمریکا باشه. یه گرایش چپ هم داشتیم که تو تاریخ ما جنبش مشروطه بوده تا انقلاب بهمن. اینها خب اونا هم تندنس های مختلفی داشتن، از جناح راستش که حزب توده و دار دستش بوده تا جناح چپ انقلابیش. اینا خب خواهان یه دگرگونی بودن ولی تصویر دقیقی از اون دگرگونی که سوخت و ساز اصلیش و طبقه کارگر داشته باشه نشد و همین محدودیت باعث شد که یک جریان ارتجایی به عنوان یه نابهنگام تاریخی، یعنی جریان های اسلامی اصلا منزوی شده بودن، هم نظر برنامه هایی که داشتن هم دیدگاهی که داشتن، توی شرایط خاص بین المللی و داخلی و توازن و قوایی که شکل گرفته بود و یه حزب سراسری وسیع که خود رژیم شاه عملا از طریق این هیئت های مذهبی و گروه های آخوندی و نمیدونم شبکه های متعلق به اسلام سیاسی به وجود آورده بود، اینا هاشون اصلا فرادستی پیدا بکنن. بعد از این اون یه شکاف بزرگی ایجاد شد در سطح بین المللی. هم اینطوری بود، خیلی احزاب جریان های دیگه ای بودن که امپریالیسم یه نیروی خارجی میتونه رفتش نمیدن به سرمایه، به مناسبات سرمایه. خب از این زاویه است که این نقدی که هست مثلا حزب توده یا اکثریت یا جناح دیگه اینا بیشتر طالب یه نوع سرمایه‌داری دولتی بودن. از نظر ما اینا به عنوان کارگزاران سرمایه ارزیابی شده اون سال 66 به عنوان خب احزاب با به اصطلاح میانجی هایی به طبقات رب پیدا میکنن. اینا بیشتر اون مرمان مثلا دوست داشتن یه سرمایه‌داری دولتی باشه، چه بینم اینا کارگزار بروکراتیش یا تکنوکراتاش باشن و اون ساختمانی که منافع روسیه و شوروی سابق رو پیش میبرد و پیش می برد. این من میخواستم فقط یک چیزی بکنم که در مورد این پیدایش شرایط فعلی بیشتر نگاهی به گذشتن داشته باشیم. ببینید الان ما شاهد سه تا گرایش بودیم دیگه. سلطنت طلبا بودن، خود سلطنت طلبا دو جناح، یه جناح کاملا فاشیستی، یه جناح نرمترش که اونا اولا سلطنت میخوان. خب این گرایش تو جریان جنبش اخیر به ویژه با عمل کردی که داشت نشون داد که چقدر ضد دموکراتیک و تمایلات فاشیستی آشکار داره. این الان یک کم به اصطلاح افت پیدا کرده. در کنار این ماجرا افت جنبش انقلابی هم باعث شده که یک تندنسی شکل بگیره. اگر یادتون باشه بیانیه موسوی بود که از داخل در اومد و یه عده اومدن به اصطلاح هورش جار و جنجار را انداختن، جریان های ملی مذهبی به موازاتش و گرایش های مختلف جمهوری خواه. الان این طیف داره به این سمت میره که خودش رو سازمانیابی بکنه. استدلال اصلی اینا اینه که این رژیم باید از درون تغییر بکنه یا دچار شکاف بشه، دستگاه سرکوبش قویه، چون اینها نفوذ دارن توی مثلا دم و دستگاه های سپاه و نیروهای سرکوب، تو بزنگاه های مختلفی که
جنبش نیاز داره که شرایط تغییر بده، اینا میتونن به عنوان یک اپوزیسیون کارکرد داشته باشه. این تمام فلسفه خطی که داره به آرومی شکل میگیره. آیا این خط اصلا میتونه کاری بکنه؟ تو تحولات آتی میتونه نقشی داشته باشه؟ و اگر قرار تحولات آتی یه تحولات عمیقی باشه که توش ستم نباشه، سلطه نباشه، سرکوب نباشه، نابرابری نباشه، فرق نباشه، شکاف‌های عمیق اجتماعی و طبقاتی و سیاسی نباشه، اینها حاملین این جریان نه تنها نیستن، بلکه درست در ضد اونن. اونا میخوان یه تغییراتی توی پوسته ساختار دولت به وجود بیارن. ساخت سرمایه‌داری و دولت هم تو ایران به شکلی بوده که هر کی میره اون تو، هر گروه بندی که میره تو ساختار دولت سعی میکنه از به اصطلاح ابزارهای سیاسی استفاده کنه، منابع اقتصادی رو به چنگ بیاره، بقیه هم بندازه بیرون. یه اصلا یه داستان طولانی از جنبش مشروطه خواهی تا به حال دوام داشت. الان هم همچین سرنوشت این ماجرا بازم به همین شکل، شکاف‌های زیادی درونش هست. این اپوزیسیون از نظر من داره به این شکل خودشو توجیه میکنه و توضیح میده و میخواد از این طریق تو تحولات آتی نقش بازی کنه. سیمای اپوزیسیون راست به این سمت داره میره و سلطنت طلبا و حداقل اون جناح نرمترش که خودشونو تحت عنوان حامیان رضا پهلوی میشناسن باید بیشتر برای به اصطلاح این صف بلیت بخرن.